دردم از یار است و درمان نیز هم دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم این که میگویند آن خوشتر ز حسن این که میگویند آن خوشتر ز حسن یار ما این دارد و آن نیز هم یاد باد آن کو به قصد خون ما عهد را بشکست و پیمان نیز هم دوستان در پرده می گویم سخن گفته خواهد شد به دستان نیز هم چون سر آمد دولت شبهای وصل بگذرد ایام هجران نیز هم هر دو عالم یک فروغ روی اوست گفتمت پیدا و پنهان نیز هم اعتمادی نیست بر کار جهان بلکه بر گردون گردان نیز هم محتسب داند که حافظ عاشق است و آصف ملک سلیمان نیز هم. در انتهای شب بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و ادب دوستان گرامی سلام. شب بار دیگر خیمه بر عالم افکند تا مشتاقان و شوریدگان خلوت و شعر و ادب را به گنج تنهایی و عشق رهنمون گردد. عزیزان شنونده، ما برنامه در انتهای شب به میان شما آمده ایم تا دقایقی چند را با شما سخن بگوییم. امشب در برنامه مطالبی را در خصوص اسطوره و اشعار حافظ این خواجه اهل راز تقدیم شما می‌کنیم. شما عزیزان را به شنیدن این برنامه دعوت می‌کنیم. اسطوره را در ساده ترین تعریف داستانهای خرافی یا نیمه خرافی درباره نیروهای فوق طبیعی و خدایان و نیمه خدایان می دانند. اسطوره ها با روایات و اعتقادات دینی اقوام پیوند تنگاتنگ دارند. بر اساس اعتقاد برخی از الهیون مسیحی، اساطیر آگاهی و خبر پیشاپیش از واقعیات کتاب مقدس یا تحریفی از آن است. اما امروزه اسطوره شناسان میگویند اسطوره واقعیت فرهنگی بسیار پیچیده است که
میتوان آن را از دیدگاه های گوناگون و مکمل یکدیگر بررسی و تفسیر کرد. میرچائیل یده، اسطوره شناس نامدار، چنین میگوید: اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوی است. راوی واقعی است که در ابتدای زمان، زمان شگرف بدایت رخ داده است. بنابراین اسطوره همیشه در بردارنده روایت آفرینش است. اسطوره میگوید که مخلوقات چگونه پدید آمدند و چگونه هستی یافتند. شخصیت های اسطوره نیز موجوداتی فراطبیعی و نمادی‌اند و به سبب کارهای شگفتی که در زمان سرآغاز و ازل انجام دادند معروف گشتند. الیاده میگوید لحظه شگفت‌انگیز بدایت‌ها که نمونه‌های ازلی و آفرینش‌ها در آن لحظه مقدس انجام پذیرفته است، برخلاف زمان ملموس و ناسوتی برگشت پذیر است. حرکت دوری دارد و تا بی نهایت در حال نو شدن و تکرار است. لحظه جاودانه است که در آن ازل با ابد پیوند می‌خورد. بعد اساطیری شعر حافظ، یا به عبارت دیگر همانندی ها و همسانی هایی را که میان اسطوره و شعر حافظ وجود دارد، میتوان در چند زمینه جستجو کرد. یکی از این ابعاد آن است که اسطوره از بدایت های لاهوتی خبر میدهد. در شعر حافظ نیز زمان بدایت آفرینش آدمی نه به صورت روایات تاریخ سنتی، بلکه به صورت روایتی اسطوره‌وار طرح شده است. شاعر اصل آن را از تواریخ سنتی گرفته است، اما به صحنه که خلق می کند کاملا رنگ اساطیری می زند. مثلا می گوید: دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. در اینجا دوش همان لحظه بدایت است. اسطوره شناسان می گویند انسان اساطیری از زمان تاریخی، یعنی همان زمان ناسوتی و ملموس، روی گردان است و تا میتواند در برابرش میستد و به امهای آن میپردازد و میکوشد تا زمان لاهوتی و مقدس را دوباره زنده کند و به زمان حال و اکنون پیوند دهد. در این تصویر شاعرانه که حافظ از آفرینش آدمی به دست میدهد، زمان بدایت و آغازین را به زمان حال میکشاند. شاعر خود را در زمان آفرینش قرار می دهد. دوش در این حال که زمان سرآغاز و آفرینش است، لحظه ای از زندگی اکنون شاعر نیز به شمار می آید. دوش لحظه است که نشان از ازل دارد و در همان حال به زمان حال و ابدیت نیز پیوند خورده است. شاعر نه تنها صحنه ای اسطوره گونه خلق می کند که خود نیز جزئی از اسطوره می شود. شاعر همچون شخصیتی اسطوره‌ای در گوشه آسمانی ایستاده است و نظاره‌گر آفرینش آدمی است. زمین در این بعد اساطیری به میخانه تبدیل شده است. فرشتگان در آنجا گل آدم را می سرشتند و این صحنه اسطوره گونه را شاعر در جای دیگر به گونه دیگر ترسیم می کند. عشق که از امور معنوی و از مقوله اسامی معناست، تجسد و تجسم می‌یابد و به میخانه بدل می شود. در درون این میخانه گل آدم سرشته می شود و شاعر به فرشتگان سفارش می کند که در درگاه این میخانه سر به سجود برند و تسبیح گویند. بر در میخانه عشق ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کنند. در اینجا نیز شاعر با فعل مضارع زمان آغاز آفرینش آدمی را تا زمان حال می کشند و آن را اسطوره گون می نماید. و باز در جاهای دیگر شاعر گویی زمان جاودانی اساطیری را تفسیر می کند، چه ازل را با هنوز پیوند می دهد و همزمان می سازد.
و می گوید در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت جرعه جامی که من مدهوشان جامم هنوز. از دیگر ابعاد اساطیری شعر حافظ پیوند دادن ازل به ابد یا کشاندن آن به حال است که نکته در خور توجهی است. انسان وابسته به اسطوره در برابر زمان ناسوتی می ایستد و آن را به ابدیت متصل می سازد و به دینسان با بازآفرینی زمان به قول الیاده زندگی خود و گیتی را نوآیین می کند. اما انسان تاریخی در برابر زمان زبون و بیپناه است. شاعر دوره تاریخی که نماینده همه انسان‌ها و ذهن جوشانش به منزله فوران وجدان ناخودآگاه جمعی است، بیش از افراد عادی حراس از زمان را لمس می کند. شاعر فریاد برمی آورد ما که در میان این ظلمت جاودانی بیان که قدمی باز پس نهیم پیوسته به سوی سواحل تازه‌ای در حرکتیم، آیا هرگز نخواهیم توانست در روی این اقیانوس بیکران زمان لختی لنگر اندازیم و توقف کنیم؟ ای ابدیت، ای نیستی، ای گذشته، ای گردابهای تیره، با این روزهایی که در کام خود میبرید چه میکنی؟ آخر سخنی بگویید. این حساسیت لامارتین در برابر گذر زمان و لحظه بودن زندگی مشغولیت ذهنی بسیاری از شاعران بوده است. خوشا هوای گلستان و خواب در بستان، اگر نبودی تشویش بلبل سحرم. این که در پی شبی دلپذیر در بوستان سحر پدیدار می شود، اگرچه با صدای دلنواز بلبل فرا رسیدن آن اعلام می شود، باز خاطر سعدی را مشوش می کند و او را در اندوهی عمیق فرو می برد. گذر زمان بیش از این حافظ را به خود مشغول می کند. می گوید بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. آیا می گوید ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به منار. و در جای دیگر چنین می سراید ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. و باز در جای دیگر چنین می گوید چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. آیا این حساسیت در برابر زمان همان حساسیت انسان اسطوره ساز در آغاز نیست که اینک در زبان شاعر دوران تاریخی با آگاهی و با درد و دریغ همراه می شود؟ از دیگر ابعاد اساطیری شعر حافظ آن است که انسان اسطوره ساز برای هر آفریده و از آن جمله برای انسان در جستجوی الگوی نمونه و ازلی در جهان فراتبی است. انگار گرایشی در انسان نهفته است که او را به پیروی از الگوها و نمونه های ازلی وادار می کند. در انسان اسطوره ساز کهن این گرایش به مراتب بیشتر بوده است. این جنبه هستی شناسانه در وجود انسان کهن را
با طرح مثالی افلاطونی برابر دانستند. مثل افلاطونی به نحوی توجیه تعالی گرایانه فلسفی هستی شناسی ابتدایی بشر است و کائنات شعر حافظ از این نظر با اسطوره قرابت می‌یابد که اولا در نظریه عرفانی خود به آفرینش پیر و مرشد مثالی دست یازیدند، چنان که از احوال آثار وی برمی آید و بسیاری نیز گفتند حافظ دست ارادت به پیری نداده بود. پیر و مرشدی که وی از آن سخن می گوید پیری خیالی است که مثل اعلای سالک طریقت و انسان حقیقت جوی است. ثانیاً زمانی که از معشوق و ممدوح سخن می گوید او را در میان حالی از اوصاف ستایش‌آمیز مینوی قرار می دهد، به طوری که معشوق به صورت موجودی مثالی و نمونه ازلی جلوه می کند، تا جایی که در برخی از غزلهایش معشوق با معبود یکی می گردد. از دیگر ابعاد اساطیری شعر حافظ آن است که شعور ناخودآگاه جمعی شخصیت‌های تاریخی را به شخصیت‌های اساطیری بدل می کند. این سازوکار اساطیری کردن در میان فرهنگ‌های گوناگون جهان نمونه‌های بسیاری دارد. در فرهنگ کهن ایرانی نیز نه تنها نمونه‌های بسیاری از این زمره وجود دارد، بلکه شاید برخی از نمونه‌های برتر جهانی را بتوان در این فرهنگ جستجو کرد. برخی از شخصیت‌های داستانی شاهنامه که نشان اسطوره دارند افراد تاریخی دوران اشکانی هستند که شعور جمعی قوم ایرانی آنها را از حوزه تاریخ وارد افسانه و اساطیر کرده است. در شعر حافظ به دو دسته اشخاص اساطیری برمی‌خوریم. نخست اشخاص نیمه تاریخی و نیمه اسطوره‌ای، مانند سلیمان که در شعر رنگ تاریخی خود را به کلی از دست می‌دهد و تبدیل به چهره‌ای اساطیری می شود. دیگر اشخاص تاریخی مانند خسرو پرویز ساسانی و محمود غزنوی که با ویژگی‌های اساطیری در شعر ظاهر می شوند و بالاتر از این افراد معاصر شاعر رنگ اساطیری به خود می گیرند. باید توجه داشت که در اینجا نشان اساطیری گرفتن شخصیت تاریخی جز مبالغه و اغراق و غلو در متن‌های متداول است. در آنجا هنر ریشه در اعماق ندارد و در نتیجه مدح غلو آمیز مستهجن می شود. مثلا اگر این شعر ظهیر فاریابی را که گفته است نه کرسی فلک نهدندی شزیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند، با این شعر حافظ که آن را درباره شاه شجاع گفته است شه سوار من که مه آینه دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است مقایسه کنیم، میبینیم نه تنها شعر حافظ مستهجن نیست بلکه دلپذیر هم هست، زیرا شاعر شخصیت تاریخی را از مرزهای تاریخ گذرانده و به دنیای افسانه و اساطیر نزدیک کرده است. می‌دانیم که خلق هنری آزادانه انجام نمی‌گیرد. به قول یونگ، مفهوم آزادی کامل
در خلق هنری جز سرابی بیش نیست. شاعر میپندارد که شنا میکند، در صورتی که جریان ناپیدایی او را با خود میبرد. شگردهای هنری شاعر جزی از کلیت هنر اوست، همچنان که موضوع و محتوای شعر از روان شاعر فوران میکند. شگردهای کاری وی نیز به همراه آنها از ضمیر او میجوشد و شکل میگیرد. در شعر حافظ یکی از شگرد هایی که بسیار از آن بهره گرفته تشبیه پوشیده است. تنوع و فراوانی تشبیه های پوشیده حاکی از آن است که این شیوه هنری با همان فوران درونی شعر و به طور طبیعی انجام پذیرفته است. آیا این ساز و کار شبیه آن چیزی نیست که در اسطوره سازی انجام می گیرد؟ میان عناصر اسطوره و زندگی اسطوره سازان مشابهتی به ظاهر ناپیدا وجود دارد. اسطوره شناسان میگویند جوامع کهن با ساز و کار تشبیه پوشیده و به صورت ناخودآگاه عناصر اسطوره را ساختند و این همان کاری است که ذهن شاعر نیز انجام می‌دهد. در اینجا گویی ضمیر شاعر دوران تاریخی نیابت روان جمعی اقوام کهن را بر عهده دارد و به نظر می رسد که این کردار ذهنی شاعر نباید کار ساده‌ای تلقی گردد. شاعر در اینجا واسطه‌ای میان تاریخ و جامعه و شعور ناخودآگاه جامعه است که سررشته آن در اعماق زمانهای کهن و در جهان از دست رفته نیاکان اسطوره ساز گم شده است. شاعر میان جهان غیب و جهان شهادت ایستاده است. جهان غیب را می‌بیند و از آن برای ما خبر می‌آورد. این که هایدگر گفته است شاعر واسطه است میان انسان و رب و نوع‌ها درست است. رب و نوع‌ها نمادهایی از جهان ناپیدای شعور جمعی‌اند و شاعر با آن جهان ناپیدا مربوط است. شاعر حساس‌تر به دنیای اساطیر نزدیک است و تأثیرش از آن بیشتر و الهاماتش گسترده‌تر است. هگل گفته است در زیر آسمان کبود هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد. الیاده از وجود تصور مشابهی در نزد انسان جوامع باستانی سخن میگوید. او اشاره میکند که به چشم انسان باستانی همه چیز در گیتی همواره خود را تکرار میکند و در این تکرار معنا و حکمتی نهفته است. رویدادها به تکرار خود میپردازند برای اینکه از یک نمونه ازلی و از یک رویداد مثالی تقلید میکنند و با این تکرار زمان به حالت تعلیق در میآید یا حداقل از تلخی و جنکاهیش کاسته می شود. همچنان که زمان در اسطوره تعلیق می شود، شعر نیز در خواننده خود چنین امری را ممکن می سازد. خواننده‌ای که شعری را از گذرگاه عاطفه به کمال در می یابد، لحظه های تعلیقی پیدا می کند. تعلیقی در میان دنیای تاریخی و دنیای اساطیری. خواننده همچون شاعر از سوی به لحظه‌ای بودن و درنگ ناپذیر بودن زمان اشعار توجه دارد و از سوی به علت نزدیکی به عالم اساطیر به نوعی خود را با زمان یکی و جاودانه می‌یابد و این تعلیق میان زمان و لازمان، میان جاودانگی و فنا وجود دارد. لحظه‌ای که عاطفه‌اش تمبج و اوج یافته و او را از محیط خود که زمان لازمه هر دوی آنهاست منفک ساخته است. یاران، ضمن آرزوی توفیق و سعادت برای شما،
به خداوند بزرگ می سپاریمتان. شب خوش، خدا نگهدار.